برام خدا سلام و شبتان بخیر. به برنامه پس از خبر خوش آمدید. همت الله میثاق محمدی هستم. بحث امشب برنامه روی انکشافات در کار کمیسیون انتقال یا کمیسیونی که روی جزئیات موافقنامه سیاسی و طرح میکانیزم برای تشکیل کابینه حکومت وحدتی ملی کار میکنه است و اینجا در استودیو با من آقای اسدالله سعادتی عضو مجلس نمایندگان هستن. آقای سعادتی خیلی خوش آمدید به برنامه. در کجای کار این کمیسیون قرار دارید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون. قبل از پرداختن به جواب میخواستم که به عنوان امانت داری عرض کنم که ما وقتی کمیسیون آغاز کردیم کار، فیصله جمعی کمیسیونی بود که ما تا زمانی که به یک نتیجه نرسیدیم، بحثای کمیسیون و محتویات بحث در جریان کار رسانه ای نشه و این منطق خود داشت، ولی خب به هر دلیلی متاسفانه بعضی از دوستان رو بیرون دادن و بیرون دادن این باعث شد که سوال های مختلفی به وجود بیاد و برداشت های مختلفی حتی از نام و وظیفه و کارش. از این جهت خوب است که حداقل در این بخش کارهایی که در گذشته شده یک مقدار روشنایی انداخته شد. درست. و بعد از او باز مطابق تصمیم جمعی حرکت خواهد کرد. خب امرقم که شما هم اشاره کردین که این کمیسیون عمدتاً باید برای عملیاتی کردن موافقتنامه سیاسی و موافقتنامه های قبل از او که به هر حال بنیاد و اساس موافقتنامه سیاسی را تشکیل میده کار انجام بده و به یک شکلی روی جزئیات و مکانیزم تشکیل حکومت و روی تعریف های واحد از واژه های کلیدی که در اونجا به کار رفته قرار بود که یک دیدگاه توحیدی از طرف از کمیسیون ارائه شوه و یک دیدگاه توحیدی به رهبری دولت و برای جمهور افغانستان داده شوه تا در روشنایی از او باز بحث شروع شوه سر تشکیل کابینه، سر گزینش افراد و شخصیت‌ها. از سوی همین کمیسیون؟ نه، این کمیسیون کارش گزینش افراد نیست، سر نام‌ها کار نمی‌کنه و طبیعتاً در صلاحیتش هم نیست، در صلاحیت رئیس جمهور و رهبری دولت افغانستان است. تنها ممکن است معیارهای سنجیده شه و در واقع مکانیزم مشارکت و مکانیزم تطبیقی شدن و اجرایی شدن موافقتنامه ممکن است طرف از کمیسیون بحث شود و البته که کارهای صورت گرفته ولی کارهای هم باقی مانده و امیدوار هستیم که در آینده هر چیز زودتر این کمیسیون مأموریتی را که داشته انجام بده و به رهبری دولت برای جمهور و برای رئیس اجرایی تقدیم کنه که به هر حال چون ما از هر جهت دولت افغانستان تحت فشار زمانی هست و قرار است کابینه جدید هر چیز زودتر تشکیل شد. بله آقای سعادتی، قرار معلوم که بحث ها روی جزئیات موافقتنامه سیاسی هنوز نتیجه نداده. اختلاف نظرها در چه سطحی است و روی چه موارد؟ اختلاف نظرهای جدی نیست و امیدوار هستیم که اختلاف های جدی با وجود نیاید. طبیعتا تفاوت های دیدگاه وجود داره و یک چیزی طبیعی هست. خب چیزی که نیاز به بحث داشت، نیاز به ارائه یک فهم مشترک داشت، دو سه تا نکته بود. اولی که در اونجا اشاره شده که نهادهای امنیتی کلیدی، نهادهای اقتصادی کلیدی، نهادهای مستقل یا ادارات مستقل کلیدی، ما باید به یک فهم مشترک و به یک تعریف مشترک برسیم که مصداق های نهاد های اقتصادی کلیدی کدام هاست، مصداق های ادارات مستقل کلیدی کدام هاست و همچنین بعضی از مسائل دیگه هم هستن. برخی از نکات موافقتنامه سیاسی کمی روشنتر است و بسیار با وضاحت میگه که به انتخاب هر دو تا مقام صورت میگیره. بعضی هاش باز بحثای مشوره و پیشنهاد و مکانیزم های دیگه را پیشنهاد میکنه، یعنی مطرح میکنه موافقتنامه. سر از اینا قرار است صحبت شوه. تا حالا چیزایی که بیشتر روشن نیست و بحث ها روی جریان داره، یا در محور مکانیزم مشارکت هست؟ ما فعلا یقینا بحث مشارکت است. یقینا ما شروع کردیم به مترتیبی که
در خود موافقت نامه آمده و اونجا باید مشخص شود که ادارات امنیتی کلیدی کدام است و ادارات اقتصادی کلیدی کدام است. بخش امنیتی تقریبا مشکلات نداره، بخاطر از اینکه به هر حال دو تا وزارت داریم و یک تا ریاست مستقل داریم، اینا هر سه ایشان جزء اداراتی است که توافق عمومی وجود داره که اینا جزء ادارات کلیدی هستند در افغانستان. ولی خب وقتی میاییم ادارات اقتصادی کلیدی را، باز باید این فهم را واحد بسازیم، مشترک بسازیم. ما فعلا در مقطع هستیم که باید مصداق ها را روشن کنیم، پیدا کنیم که کدام ادارات اقتصادی است در اول، کدام ادارات اقتصادی کلیدی است. چون ما برخی از وزارت های داریم که اساسا ممکن است از طرف دی وزارت های خدماتی تلقی شود یا وزارت های زیربنایی تلقی شود، از طرف دی ممکن اقتصادی تلقی شود. و در این حال وقتی میگیم ادارات اقتصادی، چون پسوند کلیدی یا صفت کلیدی در اونجا آمده است، ما با توجه به بک‌گراند و تاریخ ادارات کلیدی و به هر حال به یک دیدگاه واحد باید برسیم، اینجا هستیم. و بعد طبیعتا میریم روی که مصداق ها و مصداق های ادارات کلیدی مستقل پیدا کنیم. حالا این بحث ها آیا بر مبنای این اصل مشارکت هر دو تیم در فرمول 50-50 است یا چیز دیگه؟ خب به هر حال بحث مشارکت است، مشارکت کامل هر دو تیم. و طبیعتا جدا از هر دو تیم ممکن است که شخصیت های بی‌طرفی ملی و متخصص اینا هم بحثشان در میان باشه، که خودی موافقتنامه هم به یک شکلی اشاره شده. ولی خب ترجیح این خواهد باشه که، البته ایران هم باید ما فهم خود واحد بسازیم، ترجیح این خواهد باشه که به جای تقسیم بیاییم بحث مشارکت را مطرح بکنیم. چون بحث تقسیم خودش نوع دوگانگی را میرسانه، ولی بحث مشارکت تفاوتش با تقسیم است که نوع یگانگی را میرسانه. یعنی یک چیزی مشترک هست، این از همه است، استفاده این هم مربوط همه است و اعتماد را، یگانگی را، وحدت را و کارایی را و موثریت را میرسانه. اما وقتی این به یک بنبست میرسه و نتایجی میشه که خب حالا باید تقسیم کرد چون دیگه یگانگی وجود نداره، با او خاطر از کلمه تقسیم تشکر. خیلی کلمه درست نیست، اگر استفاده نشه بهتر خواهد بود. و اما ای که عملا بعدا مشارکت بین تیم ها و بین افراد بی‌طرف با چی درصدی میشه، این کار بعدی است، کار مقامات است، کار جمهور است و تشکر. بیشتر ادامه میتیم، وقفه کوتاه داریم، در ادامه همچنان با ما بمانیم. سلام دوباره شما بیننده برنامه پس از خبر به گونه مستقیم و زنده از آریانا نیوز هستن. بحث امشب ما روی کار کمیسیون انتقال و بحث ها روی جزئیات موافقتنامه سیاسی و طرح مکانیزم برای تشکیل کابینه حکومت وحدت ملی است. و اینجا در استودیو با من آقای اسدالله سعادتی، عضو مجلس نمایندگان هستن. آقای سعادتی، یکی از مواردی که شما اشاره کردین معیارها و یا انتخاب افراد و یا تعیین معیارهاست در کار این کمیسیون، واقعا روی کدام معیارها کار به صورت میگیره؟ خب این نیاز به بحث داره و اتفاقا شاید یکی از اساسی‌ترین کار که سهولت ایجاد بکنه برای رهبران دولت این باشه که روی یک مکانیزم مشخص برای یک معیار دقیق قبلا یک تیم تکنیکی کار کنه، تا ما در آینده یک کابینه داشته باشیم متخصص، یک کابینه داشته باشیم کارا و یک کابینه داشته باشیم در این حال مشارکتی که پوشش بده واقعیت های سیاسی افغانستان را و انتظارات تیم های مختلف هر دو تیم انتخاباتی را برآورده بتونه اینا. ولی خب هنوز ما به اونجا نرسیدیم و امیدوار هستیم که اگر این کمیسیون بتونه موافقانه کارش پیش ببره، یکی از اساسی ترین کارهایش طرح یک مکانیزم دقیق است که بر اساس از اون مکانیزم هم موافقتنامه سیاسی و موافقتنامه های قبل از او اعلامیه مشترک و چارچوب سیاسی عملیاتی شود، اجرایی شود، ضمنش فراهم شود، هم کمک باشه برای
یک راهی باشه برای اینکه چی گونه اشخاص با چی مواصفات با چی شکل باید وارد پست‌های سیاسی دولت افغانستان شود که یقینا تنها کابینه هم نخواهد باشه. حالا پیش بینی ها برای این معیارها چیست؟ مثلا یک مورد چقدر چهره کابینه تغییر خواهد کرد؟ اون کسایی که حالا در کابینه هستند. این موارد اساسا نمیشه فعلا قضاوت کرد، یعنی حداقل کمیسیون نمیتونه قضاوت کنه که چهره کابینه تغییر میکند یا نمیکند. آیا وزرای جدید میه یا وزرای قدیم ابقا میشه؟ اینا مطلق جزی صلاحیت های رئیس جمهور افغانستان هست و در مشوره با معاونین رئیس جمهور، در مشوره با رئیس اجرایی، معاونین رئیس اجرایی و اینا، بعدا اینا هستن که تصمیم خواهد گرفتن که کابینه چه رقم باشه، آیا نو شود، ابقا شود. اینا اساسا کارهای کمیسیون نخواهد باشه. ولی خب کارهای این کمیسیون است که یک مکانیزم روشنی را برای مشارکت عادلانه اینا طرح کنه به لحاظ تکنیکی. حالا بخاطر هدف داشتن یک کابینه شایسته و کارا، حالا شاخص ها بیشتر روی چه مورد خب چیزایی که کلیات در ذهن آدم میرسه و این خود چون نیاز داره که کمیسیون به یک موافقه برسه، به یک سندی برسه که هنوز نرسیده، یعنی ما در اونجا نستیم هنوز. چیزایی که کلیات در ذهن آدم ها میرسه، یعنی ما به عنوان یک شهروند میتونم عرض کنم، نه به عنوان عضو کمیسیون، یک مقدار تخصص ضرورت است، تحصیل طبیعتا شرط است که قانون اساسی گذاشته و سوابق نیک اگر لحاظ شود جدیتر به فکر خیلی خوب است، سوابقی که آلوده به فساد نباشه، آلوده به سوی شهرت نباشه، بدنامی نباشه اینا، و طبیعتا یک مکانیزم مطرح شود که پاسخگو باشه برای نیازهای مشارکتی در افغانستان، مشارکت گروه های سیاسی، مشارکت اقشار مختلف، زنان، جوانان، گروه های آسیب پذیر. اینا به یک شکلی باید کابینه متفاوتر ایجاد شد. خب به هر حال باز هم تاکید میکنیم که اون کار صلاحیت مقامات است، ولی خب در سطح تکنیکی هم ممکن است بحثای صورت بگیره برای اینکه کمک بکنه برای انتخاب کابینه و یک راهی باشه که مطابق از او قضاوت و انتخاب آسان‌تر شود. میشه نام کسایی را در میان بگذارین که عضو این کمیسیون هستن؟ خب در کمیسیونی که هستن جناب فاروق وردک است، جناب ناطقی صاحب است، جناب زکی صاحب است، جناب عالمی بلخی است، جناب داودشاه سبا است، جناب ستار مراد است، جناب کریاب صاحب است، جناب شیر بهادر است و من هم در خدمت از اونا هستم. یک مدتی ای دوستا به اساس هدایت رئیس جمهور و رئیس اجرایه و لزوم دیدی در مجموع هیئت رهبری دولت سر موضوعات تکنیکی بحثای خود آغاز کرده بود و این بحثا در مطبوعات به شکل انحرافیش بیرون آمد متاسفانه، و امیدوار هستیم که کارهای خود دوام بتیم و ممکن است تا به یک نتیجه قطعی نرسیدیم دیگه در رسانه ها نیاییم و خیلی این را رسانه ای نسازیم، چون کار تا زمانی که به یک نتیجه نرسیده در بین در مسیر و در جریان ممکن است بیشتر از یکی به روشنی و به انعکاس واقعیت کمک کنه، ممکن است یک مقدار واقعیت ها مخدوش شود و از سان و افکار عمومی هم مخدوش شود. و هنوز هیچ نتیجه به دست نیامده است؟ نه، نتایجی داریم، پیشرفت های هست، کارها در مسیر است، این کارهایش انجام گرفته، ولی خب این کارها طبیعتا در مسیر است دیگه، نهایی نیست، تکمیل نیست، باید پیش بریم و ما سرانجام باید یک نتیجه عمومی رو بیرون بتیم و انشالله زمانی که به یک نتیجه عمومی رسیدیم باز طبیعتاً باز شریک خواهد ساختیم با حالا با توجه به این که وعده داده شده بود از سوی آقای رئیس جمهور احمدزی که تا 45 روز دیگر کابینه معرفی میشه و کنفرانس لندن هم از راه میرسه، آیا گفتم میتونین تا چه زمان کابینه معرفی خواهد شد؟ من فکر میکنم یکی از اولویت های رئیس جمهور است که تا زمان کنفرانس لندن
حداقل کابینه افغانستان معرفی شده باشه. این جزء اولویت های دولت و خصوص رئیس جمهور است و به می خاطر یک فشار زمانی موجود داره. اگر این کمیسیون کارهای خود زودتر انجام داده نتانه، ممکن است باز کارها در یک سطح بالاتر و با یک سرعت بیشتر پیش بره. و اولویت دولت فکر میکنم است که تا کنفرانس لندن را به هر حال کابینه معرفی شه. به هر حال باز چالش ها و مشکلاتی هم هست. میشه زمان را پیش بینی کرد تا چند روز دیگه؟ نه، دقیقا قابل پیش بینی نیست. البته کمیسیون ممکن است کارهای خود زودتر به اتمام برسانه، ولی خب طبعا چون شما بحث تشکیل کابینه صحبت کردیم، خب تشکیل کابینه یک مرحله دیگه است که باز رهبری دولت ممکن است به یک زمان دیگه اونا نیاز داشته باشه. مشورت ها و رای زنی ها و تشخیص افراد، گزینه های اشخاص که اشخاص مشخص شود کی ها و با چی شرایطی است کجاها باید بیاید کابینه عضویت داشته باشه. خیلی ممنون، تشکر از اسدالله سعادتی عضو مجلس نمایندگان. پایان برنامه امشب، تشکر از همراهی شما. همچنان خدا نگهدار.